همراه هستیم با آقای محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین. سلام، وقتتون بخیر. آقای سروری، در رابطه با تداوم حملات کوچی ها به شیعیان هزاره، لطفاً دیدگاه خودتان را بیان بفرمایید. با تقدیم سلام خدمت شما همکاران محترم و بینندگان عزیز این رسانه خبری، ضمن ابراز همدردی با مردم آسیب دیده بی‌سود ناشی از جور و تجاوز کوچک‌ها و آرزوی بهبودی برای مجروحان این حادثه جنایی، خدمت عرض شود که فرایند کوچیگری در مناطق هزارجات به عنوان یک ابزار سرکوب که مانع رشد جمعیتی و اقتصادی هزاره ها شود، این پروژه به صورت کاملا هدفمندانه متاسفانه بعد از تسخیر هزارجات در سال 1892 توسط عبدالرحمن خان سنگ بنایش در جغرافیای هزارجات به زمین گذاشته شد و ساله ها است که مردم هزاره از این زخم خونین درینه تاریخی رنج میبرند و در عذاب هستند و با فرارسیدن فصل بهار همساله با رسیدن کوچه ها در مناطق هزارجات این زخم ناسور یک بار دیگر سر باز میکنه و و مردم هزاره در برابر اعمال تجاوزکارانه و ظالمانه کوچه ها قرار میگیره و دارایی های مردم مورد چپاول کوچه ها قرار میگیره و انسان های زیادی از هزاره ها در راستای دفاع از حق و حقوق خود جانهای شیرینشان از دست میدن. من شخصا به این باور هستم تا وقتی که کوچه ها اسکان داده نشوند و از کوچه ها به عنوان یک ابزار سرکوب در برابر هزاره ها به منظور فرار دادن آنان استفاده شوند، این بی‌عدالتی های اجتماعی همچنان قساوتمندانه به قوت خود باقی میماند. تا وقتی که ما یک حکومت وحدت ملی در افغانستان نداشته باشیم، مردم هزاره متاسفانه از حق و حقوق آزادی خود در تمام ابعاد به صورت گسترده محرومند. از توضیحاتتون ممنونم و تا گفتگوی آینده شما را به خدا میسپارم. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل از وین.